بچه ها بیان، بچه ها بیان، یه مطلب مهم. چی شده؟ جناب سرکار. چی رفی؟ بیا پیغام بشنو. از کجا بشنوم؟ بده به بلنگو. میشنوی؟ بلنگو. بده به بلنگو رفی. رفی به قضیه رو بده. ببخشید جناب. مگه فکر نمی‌کنم امروز پول حاضر بشه؟ دیگه نمیتونم، در صورت من خودتونه. من امروز چون شما هست شرکت تعطیل میتونم این کارو بکنم. خیلی خوب، پس شما منتظر باشید. گوش کن رفی، قرارمون بودی که تو اینجا بشینی و فقط تلفن‌های جمشیدو گوش بدی، درسته؟ بله قربان. به عبارتی ما بقیه تلفن‌هایی که تو میشنوی به ما مربوط نیست. دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. متوجه نکته شدی؟ بله. ولی من فکر کردم بد نیست به یک سری خلفای دیگه هم پی ببریم. ببین رفی، خلفای دیگه به ما مربوط نیست. مربوط به یه واحدای دیگه است و اونا هم وظیفه خودشون خیلی خوب می‌دونن. ضمناً اگر اعتباراً یه صحبت‌های خصوصی اینجا رد و بدل میشه، حتی امکان بهتره تو نشنوی. می‌فهمی؟ ممنونم. چرا؟ برگی یه ریزه دیشب اون گفتم اون الانگو تو بده او ندادی به الانگو با خودم و تازه مامانم گفته بود الانگاتو به کسی نده. خیلی خواه وقتی که وقتی اومدی خودم و اگه به دادم الانگو نمیدم به نده تازه با الان بابا میاد به مای میبره شهروزی جنگل پارک. خب ما هم میریم، تو هم خیلی لوسی، منم باید قهرم منم قهرم. ستاره، چرا اینجا نشستی؟ سرما میخوری یا؟ منتظر بابا. ستاره جون، بابا شاید تا شبم نیاد، بیا بریم تو. نه میا، خودش به من قول داده. پس اقلا بیا بریم کاپشن تو بپوش. سوخته. بچه هست دیگه. جانم جانم جانم. میشونه سر اینقدر بابای بدقولی نیستی؟ قول؟ بله. چه قول؟ اینقدر دیگه من به این زودی یادم رفته. یادم رفته؟ بله. مگه میشه یادم بره دخترم؟ نه. خب
پس من میرم لباسم رو بپوشم. لباساتو بودو بودو بپوش. بودو ببینم. فرشته همه این ستاره چه قولی داده بودم؟ قول داده بودی جمعه یا ببریش پارک یا سینما. جمعه؟ مگه امروز جمعه است؟ بله. ای بابا فقط بهش نه نگو چون از صبح منتظر نشسته. خیلی خوب ستاره. بله. داری حاضر میشی؟ بله. وایسا کارت دارم. چی بابا؟ یعنی میخوای بری منو ببری پارک؟ شر ازم بذار من حرفامو بزنم. ببین خوشگرم. الان من خیلی خستم. خب. از پریشب تا حالا هم نخوابیدم. خب. اگه اجازه بدی من یه چرت کوچیک میزنم بعد پا میشیم میریم. خب؟ نه. چرا نه؟ خیلی خستم آقا جون. یه چرت کوچیک. خب. پس یه چرت کوچیک. آفرین. یه چرت کوچیک کوچیک. فرشته. قول مردونه فرشته یه بارش برای من بیار. قول مردونه من میارم. تو بیار. خیلی خوب. اگه بخوایم بریم بیرون که دیرمون میشه. ای بابا حالا اون کوتاه اومده تو کوتاه نمیای. 5 دقیقه فرشته. تو رو خدا خستم 5 دقیقه بذار. باشه ولی فقط 5 دقیقه ها. بعد از 5 دقیقه بیدارت میکنم. متشکرم دخترم. باش 5 دقیقه. مگه میذارن؟ داری یک دولا میخری باشین الان میام خدمت شما بری پایین تر از سینمای دیانا یه کلانتری هست پلیس متوجه شد نمیدونم چی میگه خارجی صحبت میکنه من متوجه نمیشم شما صحبت متوجه فرق هی سر هلو I would like to go to train station oh yeah I'm a police man yes yes and what can I do for you oh actually I would like to go to train station could you please tell me how can I get there train station you want to go by bus or by car oh actually on food I would like on food yes it's too far from here lady it doesn't matter it's much better for me to Okay. It's up to you. Yeah. You have to keep the right position. Yes. And then go straight and straight to the downtown. To downtown? Okay? Yes. Oh, yeah. Okay. I think it's better to ride for you. Oh, yeah. It's much better if you're right. Yeah. Could you please write it down for me on a piece of paper? Okay. Thank you. Please go ahead. Give it to the taxi driver. Okay, thank Big you. Big idea. Thank you very much, sir. It was my pleasure to see you again. Not at all. Thank you. Bye-bye. Bye. جناب سرگرد، معذرت میخوام. از مرکز تماس گرفتن. یه کار ضروری پیش اومده. باید فوراً برگردیم به مرکز. خیلی خوب. روشن کنید. حسن! بودو. گوش کن. من باید برم مرکز. بله. دوباره برمیگردم بهتون سر میزنم. به بچه هم بگو بهشون سر میزنم. حواس رو جمع کنید. Thank you.
چی عباسی چه خبر شده؟ فقط باید مژده بدی. چی شده؟ بالاخره به نتیجه رسیدیم. خب چه اتفاقی افتاده؟ کاش شرط بسته بودم. رفی بگو ببینم چی شده. جمشید با زنش تماس گرفته. پس بالاخره تماس گرفت. صداش هم ضبط کردیم. خب معطل چی هستیم؟ بذاریم بشنویم. آماده است. فقط زمان برای ردیابی کافی نبود. یکی خیلی بد شد که. تایمش چقدر بودی؟ 30 ثانیه. یعنی درست زیر خط. من فکر میکنم هر لحظهش دنیا میارزه. ببینید خواهش کنم حاشیه نرید. بذارید بشنویم. فردا ساعت 3 بعد از ظهر از آژانس که تعطیل شدی برو تو کوچه 4 پایین تر از آژانس. منتظرم باش. حتما باید ببینمت. متوجه شدی؟ آره. به هیچ کس از این موضوع حرفی نزن. حتی بابا. خداحافظ. الو؟ الو جمشید؟ جمشید؟ الو؟ فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. این منطقه است. شرکت زری این منطقه است. کوچه چهارم هم باید اینجا باشه. خیلی زیرکی جمشید. خب حالا باید چیکار کرد؟ باید فکر کرد عباسی. ما از حالا تا ساعت 3 فردا دقیقاً 29 ساعت فرصت داریم. ما باید چیکارشون کنیم؟ دستگیرشون کنیم یا تعقیب؟ باید خیلی حساب شده عمل کنیم. خیلی. جام سرگرد، فکر میکنی چرا جمشید باهاش تماس گرفته؟ به گمانم میخواد براش یه پول پلهی بیاره. پس بعد از 2 سال لحظه حساسیه. خیلی. خیلی رفی. هم برای اونا. هم برای ما. عجب جایی انتخاب کرده این جمشید. 4 راه فرار داره. سهند دو به همه سهندهای مستقر. سهند دو به همه سهندهای مستقر. گوش کنید، مورد 1 از نقطه اول خارج شد. ضمن آمادگی کامل منتظر پیام بعدی باشید. تمام. واکس میزنیم. واکسیه. سهند دو از سهند 12. سهند دو از سهند 12. مورد 1 الان کاملا در دید من قرار گرفته. ولی از مورد 2 هیچ خبری نیست. بسیار خوب. همچنان مورد 1 رو زیر نظر داشته باش. تمام. واکسیه. واکس میزنیم.
واکسیه، واکس واکس میزنیم. الان دقیقاً ساعت 3 شده. این جمشید تو اطراف رو خوب کنترل نکنه به زری نزدیک نمیشه. میشه. جم سگرد چی؟ میخواستم بدونم بعد از این مدت زیادی که جمشید رو ندیدی، الان که میخوای ببینیش چه احساسی داری؟ راستش احساس تلخی دارم، درست مثل زری زنش، همراه با کمی نفرت. خب اون شوهرشه، اونم با اون عشق دیرین. عشق همزاد نفرته، همچنان که نفرت همزاد عشق عباسی. میدونی این دوتا حس همیشه هم دیگه رو تهدید میکنن. دو مرتبه رفتی سراغ فلسفه. اشکالی داره؟ نه، من تسلیمم. سلام علیکم. برادرت اونجا منتظر تا برو باش صحبت. خدا. سهندی دو از سهندی دوازده. سهندی دو از سهندی دوازده. یه نفر به مورد یک نزدیک شد و چیزی بهش گفت و رفت و الان مورد یک داری میره تای کوچه. بسیار خوب، بسیار خوب. سند چهارده صدای منو میشنوی؟ سند چهارده، سند دو هستم. اگر احتمالاً اون مردی رو که از کوچه خارج میشه میبینی تعقیبش کن. تمام. بله، پیامتون دریافت. سری خانم، سلام علیکم. بفرما. سلام. سلام از بنده، سلام عرض کردم. من از دوستان جمشید خان هستم. حتما شما عیالشون دیگه، بله؟ بله. چاکرم. اینو جمشید خان دادن، بدم خدمت شما. ممنون، ولی چرا خودش در ایمد؟ خیلی گرفتار بود، مشغول رفت و فتق کاراش بود دیگه، بله. خب من کار خیلی مهمی باهاش داشتم. اشکالی نداره خانم، شما هر امری دارید به بنده بگید، پیغام بدید، بنده بهش میگم. پس لطفاً بهش بگین امشب من گل فروشی آقا داوود منتظر تلفنش هستم. چشم، چشم. ببخشید بگم چه ساعتی بهتون زنگ بزنه؟ ساعت 9 شب خوبه. چشم، چشم. امری دیگه باشه. سند 17 منتظر دریافت پیام هستم. سند دو، الان هر دو کاملا در دید من هستن، ولی دو چیز با هم متوقعات نمی کنه. اول اینکه مورد دو از اتومبیلی که پیاده شد بویوک نیست، بنز 180 نکمدادی به شماره شهربانی 92627 تهران الف می باشه. دوم اینکه شخص داخل اتومبیل جمشید نیست. بسیار خوب سند 17. مرکز سند دو، مرکز سند دو، پیمیت بفرمید. مرکز، مشخصات یه خودرو رو بهتون میدم، فوراً از اداره راهنمایی جهت استعلام اون اقدام بکنید. بله، مشخصات رو بفرمایید. مرکز سنده 28 چند از بگوش باش. سنده 2، مشخصات خودرو رو اعلام بفرمایید. بنز 180 شماره شهربانی 93627 تهران الف رنگ نکمدادی. تکرار میکنم مرکز، بنز 180 شماره شهربانی 93627 تهران الف رنگ نکمدادی. سند 2 پیامتون دریافت شد. در ضمن سند 1 هم در موقعیت ما هست. اگه پیام خاصی داری بفرمایید. نه، فعلا پیام خاصی ندارم. تمام. بله، به گوش باشید. سندهای 16 18 5 7 9 توجه کنند. سندهای 16 18 5 7 9 مستعجل باشن که مورد تعقیب شما یک بنز 180 به شماره شهربانی 93627 تهران الف رنگ نکمدادیه. کاملا در موقعیت‌های خود آماده جهت اعزام باشید. اگر پیام منو میشنوین اعلام کد کنید. امر دیگه باشه. جمشید حالش خوبه؟ عالی خانم، توپه توپه، خیالتون تخت تخت باشه خانم، خیلی خوبه. به سلام برسید. خدافظ. خدافظ.
مرکز سند دو فرمید و پیمی هست کرمید اتومبیل اعلامی همراه مورد شماره دو به حرکت در اومده از این دسته به بعد کنترل و جا به جایی نیروها در اختیار اتاق فرمانه بله پیمیتون دریافت شد موقعیت سند 18 سند 18 مرکز سند 18 مرکز موقعیت دسته هستی را گیر بلافاصله یکی بفرسی به طرف میدون هفته تیر در یکی از فرعی ها مستقر بشه سند 18 شما بفرمید تا میدون هفته تیر مورد رو تغییر بکنید و داخل یکی از فرعی ها مستقر بشه دریافت شما سند 16 سند 16 چند روز دیگه مورد تعدیل شما قرار میگیره به منزل مشاهده تعقیب و اعلام موقعیت کنید سند دو مصدر باشین که مورد خودرو استعلامی مصدر باشین که مورد خودرو استعلامی 5 روز پیش در موقعیت فرکه صادقی به سرقت رفته شده چی دستون فرمایید سند نو اقدامی صورت نگیره منتظر باشید سند دو مرکز بله مرکز پیام سند نو رو شنیدم فعلا بگید اکثر من نشون نده تمام مرکز الان سند یک در اتاق فرمان هستن؟ بله تشریف دارم چند از رو گوش باشه ممنون
فکر نمی‌کنی من برم سوارشون کنم بهتره؟ نه عباسی، به نظر میاد که کار از این حرفا گذشته. سنده دو سنده یک هستم. سنده یک خسته نباشید. ظاهرم از که غافلگیر شدیم سنده یک. برای متاسفانه خیلی بد شد. مرکز سنده نو. بفرمایید سنده نو. مرکز ظاهرن موضوع خیلی جدی شده. مردم مورد دستگیر کردن. چی دستور میفرمایید؟ مفهوم بود مرکز؟ مرکز مردم مورد دارن به پاسگاه انتقال بدن. چی دستم پاره؟ سنده نو، اقدامی صورت نگیره منتظر باشید. سنده یک، جهت هماهنگی به مقر مراجعه میکنم. دو اعلام میکنم تشویه موقعیت دفترشون. بسیار خوب. مرکز، از همه بچه های عملیات تشکر کنید و اعلام بفرمایید که ماموریت تمام و همه به مقر برگردن. متشکرم. برای اعلام گذر فکر. متاسفانه قابل پیشبینی نبود سرگرد. همه زحماتمون برباد رفت. همه زحمات. حالا کو تا یه سرنخ دیگه؟ به فرمانده پاسکا تماس گرفتم و اونو در جریان اتفاقات گذاشتم. به هر حال چاره نیست جز اون که اینو انتقالش بدیم اینجا و سعی کنیم ازش اطلاعات مفید به دست بیاریم. بیفایده است جام سرک. آه بیفایده است. میدونید اینطوری هم دوباره مثل گذشته نتیجه‌ای نمیگیریم. به همین دلیل بیفایده است. یه فکری به نظرم رسیده. چه فکری جام سرگرد؟ Thank you.
خب دیگه با اجازه جناب سرهنگ. موفق باشی جناب سرگرد. ممنونم. Açık gazete basma. Hamuşlar saat. سرکور ما میخواستیم یاد تلفن برو دیگه نه سرزیده نباشه این که دیگه با از قرش در بردم سامانی شد. ببینم کسی به شما یاد نداده که جواب سلام آدمو بدین. بیا بشین بابا حال نداری. اینو نگاه کن. این شکلی هست. سرکار. سرکار درو کن. سرکار. درو کن. شده مگه؟ نمیشد ما رو ببری پیش یه دوتا آدم حسابی و ما رو قاطی اینا نکنی؟ چشونه آگه لنگی خودت هم دیگه بی خودی هم سر سده نکنی ببین باشه سلام علیکم اسم بنده شهابه اگه بدونم افتخار آشنایی با کیو دارم خیلی خوشوقت میشم به هم میگن سیاه همچی سیاهی سیام نیستی اسمم سیاهه آقا سیاه بفرمی خوش اومدی بلند شو آقا بلند شو ببینم این آیون ماتم زده کی بشن اینا تازه اومدن هنوز عادت میکنن رو فرم میان زندان نیدن آقا سیاه بفرمید میتونم از محضرتون یه سوالی داشته باشم خواهش کنم شما رو واسه چی اینجای بد آب و هوا آوردم اینجا؟ والا قصهش درازه با هم که افتادیم زندون قصر همه رو برای تعریف میکنم والا من با شما زندان قصر بیام تا ابدم اونجا باشم بهم خوش میگذره مخلص شما این ببینم داداش من تا موقعی که اینجا هستم باید صدای نسل شما رو بشنوم نفهمیدم با من بودین؟ نه خیر با ایشون بودم آها مثل که با شما بودم خدا با آدم زبون داده که حرف بزنه البته معذرت میخوام نه مثل شما یه گوشه بشینه و لالیمونی بگیره درست میگه حرف داریم تا حرف تا بوده که به من گیر دادی حالا هم که این جوون از راه رسیده مخشه به کار گرفتی من شک ندارم همین ورادیات تو رو به اینجا کشونده شما اینجور حساب کن حالا میفرمایید که چی؟
هیچه، میگیم ساکت باش. اگه نباشیم چی میشه؟ لولای فک پایینی تا این بالا ثابتش میکنم. بشین بابا، حال نداری؟ آره بگه بشین بابا، بگه بشین. چطور شو؟ این چک بیمحل، همون چه که گفتم اسم من سیاست. اگه علی لوتیگری و معرفت باشین حتما اسم من شنفتین. خوش ندارم یه امشبی که اینجا هستم اسمام خط خطی بشه. شیفم شد؟ بشین بابا، دلت خوشه. با من بودی؟ بله با تو بودم. چوجه ترخی رو بس. بابا بشه، بشین بابا. یادت رفته جوان اینجا زندونه؟ هیچ هم یادم نرفته. نصف عمرم من تو همین بنده گذروندم. فقط خوش ندارم یه امشبی که اینجا اصلا به این بد بگذره. آری تاس؟ فقط اینو میدونم که امشب اسباب سرگرمی ما شدی. چطور شد؟ حالا دیگه ما اسباب سرگرمی جنابعالی شدیم؟ شوخی کردم. شاعر میگه دل آخو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، افتادگی آموز اگر طالب فیضی. واسه چی گرفتنت؟ هیچی به ما علکی گیر دادن تصدیقم جعلی. تو چی؟ هیچی، ما با ماشین داشتیم میرفتیم، زدیم به یه آبر، خورد زمین، اومدیم در بریم، عقب عقب رفتیم، زدیم به یه ماشین دیگه، اومدیم جیم فنگ بشیم، مردم ریختن و گرفتنمون. اسمش چیه؟ هرچی دوست داری صدا کن. ساسان خوبه؟ نه، به ریختت نمیاد. بابا دمت گرم. یعنی ما اینقدر بیریختیم؟ نه، تو بمیری اینه هم آنتونی کوینی. خوشم اومد. بگو فرشاد. فرشاد جسارته. برو شهرداری یه پلاک بگیر که هی نخوای رو خودت اس بذاری. انگار تو دوباره حرف زدی، گفتی ما هم هستیم. باز شروع کردیم. اختلاط کردیم که خوش بگذرون. لازم نکرده، تو بزرگترت نیست، دخالت هم نکن. آره بابا، فوزنی نکن. نکن. خوشبختانه طرف تو بیمارستان، حالش هم خوب. بچه ها باید صحبت کردن، قرار شده که رضایت بده. فقط میمونه صاحب ماشین که تصادف کرده. شما ازش سوالی کردین؟ بله صحبت کردم، ولی فکر میکنه که ما از طرف حق حساب گرفتیم و میخوایم موضوع رو یه جوری هیچی کنیم. بهش بگو ما ماشینش از روز اول بهتر برش درست میکنیم. فقط جام سرنگ، اهمیت مذهب در اینه که اون طرف باید زودتر آزاد بشه. سند چهاردن از چی کارتون اعلام فهمید؟ انگوشتنگاره ازش کردین؟ آره، با حساسیت موضوع که اعلام شده تا یک دو ساعت دیگه جوابش رو میده. سرگو در چه حالیه؟ تو بازداشتگاست. باید هر دوشون با هم آزاد بشن. ببینم با سرگو هماهنگ کردی که علت بازداشتش چی باشه؟ خودش گفت مظنونیت به کارت شناسایی. خوشم میاد ازش، همیشه یک قدم جلوتر فکر میکنه. واقعا که افسر با لیاقتی. فرشاد رضایی که؟ من. یا بیرون. همه